بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه آن است که یک فضایی برای دانش پروری و بینش ایجاد کردن فراهم بشود و با محاوره و مکالمه‌ای که بنده با مهمانان عزیز و همچنین شما بینندگان و شنوندگان عزیز دارم بتوانیم یک راه حل‌های کلی و اصولی برای مشکلاتی که در جامعه امروز باهاش روبرو هستیم پیدا بکنیم. این برنامه ها هدفش آن نیست که هیچ مرام سیاسی و یا ایدئولوژی مذهبی رو پروبال بده، ولی همونطور که مطلع هستید یک فاصله های ظریف و دقیقی هست بین فلسفه، علم، دین، سیاست، تا جایی که بعضی موقع ها این فاصله ها ابداً قابل مشاهده نی و در بعضی موارد اصول عملیش فرق میکنه. ولی با وجود این ما سعی میکنیم تمام این مسائل رو با همدیگه در نظر بگیریم، چون بنده معتقد هستم که مشکلات رو نمیشه جزئی فقط در نظر گرفت، بلکه همه عالم یک مجموعه وابسته و همبسته است که یه روابط ضروری منطقی با هم داره اجزاش. امروز بنده مفتخر هستم که با یکی از اربابان سخن و ادب جناب دکتر مسعود عسکری هم نشین باشم و موضوع برنامه امروز آن است که مقصود از آزادی افکار چیست، اهمیت آزادی افکار چیست، نتیجه چیه، آیا میتوان گفت که مشکلاتی رو که ما در دنیای امروز چه در شرق و چه در غرب داریم نتیجه عدم این آزادی افکار و شاید سعی و اهتمام ارباب سیاست هست که کنترل بکنن آزادی رو و یا خود افکار رو؟ آیا انتشارات به هر صورتی مانع از آزادی و پیشرفت می شود و مسائلی از این قبیل؟ مفتخرم که خوش آمد بگم به جناب عسکری. خیلی خوش آمدید. جناب عسکری، آیا یک مفهوم کلی از آزادی شما دارید؟ یه مفهوم کلی دارم، اما این مفهوم کلی نسبی است. یعنی من نگاهی نسبیتگرا، البته نه سوفسطائی، بلکه به یک جریان تاریخ که لوکوموتیو اصلیشم زمان هست اعتقاد دارم که تمام مقولات فکری انسان در اثر زمان تغییر پیدا میکنه، اما جهت هست که ثابت میماند. و اما این جهت بعضی موقع یک زیگزاگایی میزنه که امروزه ما در یک افتادن یکی از این زیگزاگا هستیم، به طوری که در دنیایی که ما در زندگی میکنیم، چه در اروپا و چه در آمریکا و خاورمیانه و غیره، به اصطلاح دوباره یک سری نشنالیزم، افکار ناسیونالیستی داره بروز پیدا میکنه، به جای اینکه تفکر و سیستم های فکری اجتماعی و سیاست های حاکم بر آن نگاهی جهانی داشته باشه، گلوبال باشه. رسما میبینید که هم در اروپا و هم در آمریکا
اخیراً در انتخابات اخیر کاملاً ضدیت پیدا میکنن با گلوبالیزم و جهانی گرایی. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، امروز ما وضعیتی گلوبال داریم. فکری میتونه یعنی جهانی، یعنی جهانی، یعنی مسئله من به طریقی ربط پیدا میکنه به بقیه جهان. این مرزبندی ها در قبلا هم انجام گرفته، این گرایش های ناسیونالیستی معمولا نتیجه آنها جنگ بوده. جنگ اول مگر در اثر همین بود؟ جنگ دوم جهانی هیتلر آمد و گفت ناسیونال آلمانی باید پاک بشه و هر کدوم از این هم که به این طریق فکر کردن یک دشمن خاصی برای خودشون درست کردن. اما این خوشبختانه در اروپا و آمریکا امیدی هست، چون یکی میاد سر کار، مثلا در آمریکا دیگه 8 سال دیگه، حالا مثل اونور دنیا، حتی در روسیه امروز که میبینید فردی مثل ولادیمیر پوتین عملا در 30 سال اخیر در بر مسرد قدرت بوده، حالا یا به عنوان رئیس جمهوری. اما ثمره این دیدگاه‌های ضد جهان نگری که باید بهش پرداخت از بین رفتن آزادی مطبوعات است. در کشورهای به اصطلاح پیشرو مترقی، منظور اروپا و آمریکا، مطبوعات نقش بسیار بسیار اساسی دارند و هر موقع هم که با رهبرهای حالا چه در آمریکا چه در اروپا با پرس یا روزنامه نگاری ضدیت انتخاب کردن، آخر کار همون رهبر بوده که به دام افتاده. من براتون مثال میزنم، مثلا در سالهای اخیر گزارش 2 جوان روزنامه نگار در واشنگتن پست در مورد رسوایی واترگیت باعث شد که یکی از قدرتمندترین رؤسای جمهور آمریکا ریچارد نیکسون استعفا بده. یا چند سال پیش در اروپا با گزارش یک روزنامه‌ای که در مورد رئیس جمهور آلمان گفته شد که دکترای ایشون پلیجریزم انجام داده و استفاده کرده از منابع دیگر، رئیس جمهور استعفا داد. اما این وضعیت در روسیه نمیبینید، در ایران نمیبینید و در یعنی اینجا هم سعی بر اینه که منش کن. بله، هر چی که بگن. ولی خب در اینجا چون بنیانهای دموکراسی در اروپا و آمریکا نضج گرفته، قوی شده، این بنیانهای دموکراسی عرض کردم جهت همون جهت میره، بعضی موقع یک زیگزگی این وسط میفته و به ناکامی میکشه. ولی متاسفانه در کشورهای غیر دموکراتیک در خاورمیانه و در چیز میبینید که در آمریکای لاتین و مخصوصا آفریقا هزاران خبرنگار به زندان میفتند. مگر کارش چیه؟ میخواد فقط گزارش بده. اگه به تاریخ برگردیم، چون دوباره ما میخوایم ببینیم اهمیت آزادی افکار چیه. شما فرمودین و قولتون هم صادقه و شواهد، شما دقت کنید هر سیستم فکری وقتی در مستر کار سعی میکنه یه کنترل های ایجاد بکنه و بنابراین دنیا باینری میشه، دنیا یا موافقه یا مخالفه، یا با ما هستی یا با ما نیستی. حالا در یه جهان ایدئال شما امکان داره با من مخالف باشی ولی
این بدین دلیل نیست که حرفای شما نبایستی زده بشه. بله، بله درسته. شما دقت کنید در ایران ما چند نفر از این فلاسفه عارفین اومدن یا خونه نشین شدن یا کتاباشون رو سوزوندن، حتی مسلمون هم بودن، قاضی القضات ها، همدانی با حلاج ها. پس به نظر میاد سهروردی به نظر میاد این مشکل امروز نی، مشکلیه که از قدیم الایام همیشه بوده. بله، البته این رو فردریک نیچه به جواب داده و اون میگوید که اگر ما بخواهیم به رحمت، انسانیت، وجدان فردی نگاه بکنیم، یعنی در سطح فردی، ما در همین گمراهی هست، چون کلن انسان یک به قول معروف جاندار فردیست، میخواد از فردیت یعنی شخصیت خودش دفاع بکنه. تا این تک تک ها در یک جمعی کامل نشن، به هم نیان و یک خواسته جمعی مطرح نشه، هیچ وقت آزادی جلو نمیره. متاسفانه خواسته های جمعی بعضی موقع به گفته پوپر به انقلاباتی صورت میگیره که به جایی که به قول معروف از چاله میفتن تو چاه. بله. و این نمونه های زیادیش در همین 30-40 سال اخیر هست. شما آنچه تو فر بودین دوباره تایید این مطلب بود که انسان ناخودآگاه، حالا من کلاه روان درمانی رو بذارم، دلش میخواد که عقاید خودش رو، انتفاعات خودش رو ازش حمایت کنه. ولی اینطوری که شما دارین میفرمایید، انسان یه مجموعه است، اجتماع یه مجموعه است و شاید نحوه فکری که بهش میگم نحوه فلسفی آن است که آیا ما میتوانیم جزئی رو امنیت بهش بدیم اگر کل در نظر گرفته نشه، یا به قول ارسطو دوست عزیز شما وقتی اون موقع صحبت از این میکرد که انسان یه حیوان اجتماعیه. بله. و چون اجتماعیه اومد تا رنسانس، یک سانی مثل ژان ژاک روسو اومد گفت حداقل کاری که میتونیم بکنیم یه سوشال کانترکت ایجاد کنیم. درسته؟ حالا ببین، من میخوام عملیش کنم که بعد از ظهری اینا بلند نشم برم بگیرم بخوابم. ببینید، آیا فکر نمی کنید یکی از عوامل این گرایش های ایدئالیسمی یا به قول شما نشنالیسمی، ملیت‌گرایی، به خاطر اینه که ما تعلیم و تربیت صحیحی نداریم از حقیقت انسان، حقیقت دنیا و اصل فلسفی وحدت در کثرت؟ بله، من وحدت رو در کثرت میبینم. آیا یعنی توضیح بده. وحدت در کثرت این است که اجزاء یک سیستم، مثلا سیستم رو کل جهان بگیرید، این کثرت باید منافع مشترکی که بنابراین به خاطر اینکه ما در یک کره با هم زندگی میکنیم به همسویی نداشته باشه و هر کسی کشوری دنبال منافع فقط و فقط خودش باشه، البته باید منافع هر کشوری منافع خودش رو در مد نظر داشته باشه، اما در رابطه با جمع مثلا، و اینم عوض میشه، امروزه مثلا فرض کنید تغییر آب و هوا
یک مسئله دقیقه جهانی. 100 سال پیش، 200 سال پیش اصلا چنین مسئله‌ای نبود، گرمایش زمین. این مسائل داره عوض میشه و شما اگر نپیوندید به این مسائل، وقت میبینید که اون ملیت گرایی یا اون ناسیونالیزم یا اون عرق ملی که شما میخواد ازش صحبت بکنید، در حقیقت داره به خطر میفته. امروزه همین مثال اخیر میذارم، همین یه هفته پیش، این آمدن ذرات شن در خوزستان. خب این رو میخوان چیکار بکنن؟ به جایی که بهش بپردازن، بهش فکر کنن، از دیگرون کمک بگیرن، این میشه منفعت ناسیونالیستی. و یعنی ناسیونالیست در این نیست که فقط شعار بدیم. امروز متاسفانه این شعار جناب ترامپ که آمریکا را میخواهم بزرگ کنم، بزرگ هست. الان بهترین اقتصاد و بهترین شرایط رو آمریکا در جهان داره. این است که میان یک دشمن فرضی درست میکنن و بعضی ها رو ساده لوحانه به طرف خودشون میکشن با لعاب دفاع از سرزمین پدر و پدریمون، و ای وای که این سرزمین داره به خطر میفته. به روزی میرسه که 30 سال بعد مردم ممکنه دربارش نظری کاملا متفاوت با امروز داشته باشه. پس بذار میبینم من تو الان چی فهمیدم از شما، که بعد اگه بینندگان ما هم شروع کنن، حداقل ما بتونیم این رو ملموس‌ترش بکنیم. شما دارین می‌فرمایین انسان به طور کلی یه جامعه واحده. 100%. درست فهمیدم؟ یا به عبارت دیگه سعدی، بنی آدم. بنی آدم اعضای یک پیکرن، دیگرن، هر طوری می‌خوای نگاه کن. بهاءالله وحدت عالم انسانی میاره. ما داریم در مورد 100 سال قبل اینا صحبت میکنیم. قبل از بهاءالله هم حتی کسانی مثل کان، کسانی مثل لاک، کسانی مثل هابس، روسو به این مسئله پی بردن که بقای فرد در بقای جامعه است. و جامعه هم همونطور که شما فرمودین، من خلاصه میکنم اون چیزی که از شما دارد کردم، جامعه هم فقط جامعه من نی، جامعه هرچی مفهومش جهانی تر باشه نفع فردی بیشتره. مثل اینکه الان برای علم هیته اینی، برای تکنولوژی هیته اینی، امکان داره شما مؤسس یک اختراعی باشی ولی ارزشش در جهان نمودار میشه. اینا رو همه رو فهمیدیم. از قوه به فعل در میاد. ملیت گرایی، نژاد گرایی، مذهب گرایی، یا به عبارت کلی مرام گرایی، یه ریشه های اساسی روانی، روحانی، علمی داره. یعنی آقای ترامپ رو که نگاه میکنی، آقای خامنه ای که نگاه میکنی، من دارم فقط عمر رهبر دارم میگم، بله، یا فلانی رو نگاه میکنی، اینها قبل از اینکه بیان رهبریت ایجاد بکنن یه الگویی دارن که نظام عالم، وحدت امم، امنیت عالم روی اون نظام فکریشون داره طی میکنه. به نظر شما آیا قبل از اینکه ما بیایم این نظام ها رو عوض بکنیم، تک تک بیایم کریتیک بکنیم که نظام اسلامی غلطه، نظام بهایی درسته، نظام ترامپ، آیا ما نباید اولیه به قول کارل یونگ آرکتایپ درست کنیم؟ شما به عنوان یه محقق که هم فلسفه میدونی هم علم،
هم با مسائل مذهبی آشنایی داری، چه فلسفه بنیادی میخوای ارائه بدی که من اون وقت بفهمم ترامپ و خامنه ای و اکس و وای و زی از کجا میان؟ شما میگید برای مثلا یک تعریف فلسفی، ما این فلسفه ببینیم کارش چیه. کار فلسفه پرسش کردنه. خیلی خوب. از اولی که اومده، حتی بعضی مسائل فلسفی که 2600 سال پیش بوده امروز هم همون هنوز بهش جواب نهایی داده نشده. کار فلسفه به شک و نقده، سوال کردنه. خیلی خوب. اندیشه نیست، دگر اندیشی است. چون شما ممکنه یک عمری اندیشه رو داشته باشید، هم با همون اندیشه هم به اصطلاح به ارث ببرید و به نسل بعد از خودتون انتقال بدید. این کار فلسفی از اول این بوده، سوال میکنه. دو زمینه یا دو عامل به این سوالهای فلسفی در طول تاریخ سعی کردن جواب بدن. یکی علم هست، یکی دین. بله. مثلا در قرون وسطا، برای این میگن قرون وسطا، که در حقیقت تمام سوالهای فلسفه رو باید رهبر مسیحیت کاتولیسم جواب میداد. اما رفته رفته یک نوع عقب نشینی صورت گرفت با آمدن مارتین لوترها و به قول معروف تجدید نظر کردن، اصلاح طلبان، اینها آمد که دیگه یواش یواش علم بود که صحنه رو به دست گرفت. متاسفانه امروزه در عقب ترین کشورهای دنیا شما از نتیجه علم استفاده میکنید که بهش میگن تکنولوژی. اما اون فهمی که اون علم سازنده این تکنولوژی رو به دست آورده متاسفانه زیاد برای شما اهمیت نداره. من فکر میکنم فلسفه باید دو مرتبه در کنار گوشه و خیابون صحبت بشه مثل زمان سقراط. مردم دارن از موهبات فلسفه و علم بهره میبرند، اما تفکرشون تفکر جدید و همیار فلسفی و علم نیست. آیا و این دیگه صحنه رو خطرناکتر میکنه. پس اینطوری که شما میفهمید، حالا 26 دقیقه است یا 10 دقیقه یه داریم من و شما. بله. چت کنیم. اندیشیدن بله، ولی دیگر اندیشی هم کن داره گرفتاری ایجاد. همون درسته. درسته. دیگر اندیشی زیربناش اینه که من همواره طریقت سوال و شک تحقیقی رو در مورد همون مسائلی که 100% بهش معتقدم و عمرها باهاش زندگی کردم، آماده باشم جانها بدم، این رو آماده باشم که تحول درش ایجاد کنم. و بعد شما میفرمایید evolved بهش در انگلیسی. بله. پس شما بعد میفرمایید که خب مردم حداقل رسیدن به یه جایی که دیدن بله این مشکلات فلسفی هست در مورد خلقت عالم، در مورد هر چی، اصلا آیا مدینه فاضله افلاطون درسته، سیاست ملیت گرایی درسته، جهان گرایی درسته. دو گروه اومدن پیدا شدن. بله. به قول شما یه عده دین بود. خب دین حتی در دین هم تحول ایجاد شد. آفرین. ما میخوام ببینیم دین بنا رو آسونه اون دین دینم ما میخوام دیگر اندیش ما باید ببینیم ببینین من میخوام به یه جای خوبی برسم که شما کمکمون کنید. علم سعی کرد یه جور جواب بده، دین سعی کرد یه جور جواب بده و ما تقریبا الان به یه جای کانفیوز زی رسیدیم که حتی خود اهل علم
اهل علم جناب عسکری شما نگاه به خودت نکن، به ما نگاه نکن که اکابرم نرفتیم، ولی پی اچ دی هولدرهایی که علم زدن، علم زدن. بله دقت. آیا ببینین مشروطه یادتونه؟ من که یادم نیست چون نبودم، ولی دربارش خوندم. دربارش خوندیم همه ما. مشروطه میخواست جواب همین سوال بده به یه نحوی دیگه، چون فهمیده بود که نه، همین چیزه ای که الان ترامپی ها رو میبینی به زمان مشروطه اینا نمی آمدن بگن ما چه احتیاجی داریم با چین و این و اون چیز کنیم، همش در اسلامه، همش در اینجاست، همش در ایرانه. از شما صحبت فرض کنید شیخ فضل الله نوری رو میکنید. مشروط خواهان دنبال در اولین چیزی که برشون دغدغه بود قانون بود. آفرین. و چگونه به اون سمت بریم که بتونیم، ما حالا کد میکنم، یه مدنیت جدید ایجاد کنیم. اینه که خیلی معمول شد به نوشتن رساله های مدنیه. بله. از جمله مثلا اینها اومدن به این نتیجه که شما میخوای. بله. رسیدی که ما دین رو که نمیتونیم برداریم، علم هم رو که نمیتونیم برداریم، چون یکیش با احساسات و افکاری که علمینی تو همه، یکی دیگه‌ش هم با علمی که میشه تجربه کرد. اینه که اومدن گفتن، از جمله سران اینها عبدالبها عباس بود، من حالا فقط به عنوان یک کسی که داره رساله مدنیتش رو مینویسه، این معتقد بود چیزایی که شما از اول صحبتون تو الان کردین. ایشون میگفت مدنیت نمیتونه فقط مادی باشه، باید روحانی باشه. بعد میگفتن روحانی یعنی چی؟ میگفت یعنی انسانی باشه. بعد میگفت چجوری اینا رو حفظ کنیم؟ من میخوام بدم نظر شما چیه در مورد این، که میگفت سوال و جواب، انتشارات به شاه زمان. میگفت شما سعی کن روزنامه ها رو قوی کنی، سعی کن عقاید موافق و مخالف رو بذار با هم داشته باشی، ولی در ضمن یه اصول اخلاقی هم در جامعه استوار کن. من سوالم از شما اینه، این سوالی که قبلا هم از من کردن که از شما بکنم، آزادی افکار بدون اصول میتونه به هرج و مرج بیاموزه؟ نمیشه. آخه اصول که میفرمایید شما، اول باید اصول باشه. آفرین. بعد اصول چیه؟ آره. اصول همون به قول معروف از نظر روانشناسیش همون کلان الگوها یا آیتپ‌های که از نسل به نسل در ضمیر ناخودآگاه به قول یونگ در انسان‌ها هست و ممکن هم از خودشون آن را نشناسن. پس اصول اول میاد. کار فلسفه همین است که اصول‌ها رو بررسی کنه، ایجاد اصول اولیه رو پایگذاری بکنه. مثلا برای شما، مثلا اصول افلاطون رو مقایسه بکنید با اصول ارسطو. اصول که میگم یعنی تئوری فرمز، به اصطلاح تئوری صور یا مسل افلاطونی هست، این یک کلان الگویی بود در فکر افلاطون و پیروانش. اما در حینی که افلاطون این رو داشت تبلیغ میکرد و نظاممند میکرد، یکی از قدیمی ترین شاگردانش ارسطو آمد و این رو قبول نکرد. اونجا رو دیگه تئوری مصر رو گفت در کلیات برای اجزا دیگه قابل کار نیست. حالا بشکنش یعنی به امروز، یعنی بهتون بگم ارسطو به طریق به نسبت بیشتر از افلاطون از کثرت به وحدت میخواست برسته. کاملا صحیح. اینا اصول داشتن. اینا اصول. هر فیلسوفی یه اصلی داره. حالا ما چه ببینین، شاید بینندگان عزیز هم دلخور نشن، ولی من میگم شما نگفتید، همه ما یه الگوی فکری داریم. این طبیعی است. در این چه شکلی؟ حالا
به قول شما یه عده از این الگوها منفرده، مثلا محمد دنیا رو یه جور میبینه، افلاطون یه جور میبینه، و بعد بر اساس این الگو ما میایم اجزاهایی رو که اون الگو رو امتحان کنه اون رو مورد بحث قرار میدیم که میشه شک کردن، سوال کردن. پس یعنی در حقیقت سوال و جواب این شیوه است، این شیوه یه که اصل. خود اصل رو هم میتونه زیر سوال میبره. درسته، همینطوری که اصل ارسطو زیر سوال برد کاملا است. پس ما الان میتونیم بگیم آیا این اصلی که من میدم، شما ببینین عملیش کنیم، چون الان میان اینا، ما در دنیای امروز اگر به اصل یگانگی عالم انسان و جهان معتقد نباشیم و بر اساس اون فروعات دیگر رو استوار نکنیم، دیر یا زود یا بحران اخلاقی داریم، یا بحران سیاسی داریم، یا بحران علمی داریم، یا بحران مذهبی. این قابل قبوله؟ بحران، من همین بحران ها رو قبول دارم، ولی بحران علمی رو من هنوز تعریفی ندارم براش. برای بحران در علم نیست، بحران بین عالمان است. یعنی امروزه شما یه کتابی هست خیلی جالبه، من این رو پیشنهاد میکنم، کتابی هست از ایروین شرودینگر، پایه‌گذار مکانیک موجی علم کوانتوم، که کتابی داره به نام حیات چیست، و اگر بخونید ببینید که این عالم دهری میگوید که به یک کلیت کیهانی اعتقاد داره. حالا اون کلیت رو اسمشو نمیذاره خدا یا خلقت. خب ببینین، میدونید چی میگم؟ بله من متوجه شدم. خیلی هم تو علم برید، علم زدگی هم بعضی موقع هست. من هدفم این بود از این. بفرمایید. با درود دکتر چنگیز آذر هستم، عصر شما بخیر. خیلی خوش آمدیم، بفرمایید. سپاسگزارم. جناب ریاضتی، سوال بسیار بسیار جالب و کلیدی شما که پرسش کردید که اصول چی میشه، شیوه چی میشه، و یا به قول کلی بخوایم بگیم به قول جناب عسکری فلسفه چی میشه، بسیار کلیدی بود. من با استفاده از همین آزادی که در برنامه شما وجود داره، هرچند کوتاه، به وزرانی اون استفاده میکنم و در دو مورد با جناب عسکری مخالفت میکنم. بفرمایید. جناب عسکری، زمان که گفتید لوکوموتیو تاریخ است، زمان در واقع تابع مکان یا ماده است و همیشه پشت اون میاد، و هر موقع ما بخواهیم که زمان را تسریع بکنیم بایستی حرکت ماده را تسریع بکنیم، و این برای مثلا کارل مارکس لوکوموتیو تاریخ که میگه انقلاب و انقلابات هست، به نظر من درسته، چون با اقدام انسان تاریخ تسریع میشه و هیچ وقت جلو نمیفته که لوکوموتیو بشه. و مخالفت دیگر من اینه که ایشون گفتن که آمریکا که الان بهترین اقتصاد و شرایط دنیا را داره، من با اجازتون این بهترین را به بزرگترین تبدیل میکنم، چون بزرگترین هیچ وقت بهترین نیست. بله. به اقتصاد روم. سپاسگزارم. خیلی ممنونم جناب عسکری. قبل از اینکه پیش بریم، شما بیشتر سیستم ها رو، سیستم های فلسفی داشتی اینجا تعریف میکردی، مثلا زمان و مکان و نسبیت. بله. اینطوری که من فهمیدم از حرف شما، این چیزی که ایشون میگن برمیگرده به قول معروف بحث های نظریه، که بله بنده برای ایشون عرض کنم که دکترام در فیزیکال کیمستریه و فکر میکنم به اندازه کافی میدونم که بله زمان بعد چهارمه، یعنی امروز دیگه
در مکانیک ذره‌ای نمیتونید صحبت از این زمان بکنید به صورت اما منظور من از نظر جامعه بود، اجتماعی بود که با پیشرفت زمان، با تغییر زمان، مگر اینکه ایشون فکر کنن به طریقی، بنده مارکس هم خوندم اما مارکسیست نیستم، که با پیشرفتن اسمشو میذاریم قرن 21، قبلا میگفتیم 20، بنده میخواستم بگم با تغییر جوامع برداشت ها و اصول هم فرق میکنه. من 100% هر دوی شما رو میفهمم و این خوبه که وقتی سوال میکنیم فقط بله، سوال بله، توجه بکنیم و جواب دوستان دقت کنیم بفهمه. مارکس رو به کار بریم. بله، مارکس رئیس هگل، هگل شاگرد کانت. بله، کانت اصلا هر دوی ما رو، هر این دو گروه رو جواب داد، چون یکی از کارهای اساسی که در کریتیک آف پیور ریزن کرد بحث عظیم و شأنش در مورد زمان و مکان بود، که آیا اصلا زمان و مکان خارج از ذهن وجود داره یا نداره. ولی خود کانت میگفتش که ما این زمان و مکان رو فقط اگرچه از پیشی شاید باشه ولی ما استفاده میکنیم برای تنظیم روایت که بتونیم گذشته، حال، آینده رو به هم ربط بدیم و یه استمرار ایجاد کنیم و چیزی که شما این فرمایید. یعنی به عبارت دیگه، دوباره من حالا باید کد کنم، عبدالعباس حرف معروفش اینه، زمان وجود نداره ولی ثبوت داره. وقتی ازش سوال میکنن مقصود شما چیه، میفرماین که همونطور که شما ازام فرمودین، این یه استانداردیه که من بتونم دیروز رو با امروز مقایسه کنم و بعد ببینم که چه چیزایی کار میکرده چه چیزایی کار نمیکرده. بنابراین خیلی سوال عمیق و فلسفی بود. حالا من یه سوال آخر بکنم، 12 دقیقه دارم، چرا این زود وقت میگذره. اخلاق نسبیه؟ بله فندی، دفعه ما اینجا درباره عدالت و اخلاق صحبت کردیم. چون من میدونین چرا این سوالو کردم. بله. چون اگر ما یک سیستم اخلاقی جهانی نداشته باشیم که انسان محوری باشه، تمام این مرام هایی که وجود داره بله، میتونه در جای خودش درست باشه. آیا اخلاق رو هم اصول کلیش رو ما باید نسبی بگیریم یا فروعاتش فقط نسبی؟ نگاه کنید، مسئله اخلاق که پیش میاد اینجا، کی وقت میخواد بشینه و قاضی محکمه اخلاق باشه؟ نه، شما نشستید، امروز نشستید. هر چیزی که محور انسانی باشه، جهانی باشه، نه، ما میگیم اخلاقی. آره، ولی مثلا فرض کنید 200 سال پیش تاماس جفرسون رئیس جمهور سوم آمریکا بردهدار بود. بله، ولی الان دیگه اخلاقی نیست، غیر شرعی یا غیر اخلاقی نبود. همین بود. این است که نسبی گرایی من در مورد فلسفه اخلاق به این جایی. پس یعنی یک سیستم جهانی هست ولی زمان عوض میشه. مگه اینکه ما بفرمایید بفرمایید قربان. من یکی از آقایون سوالی داشت. بفرمایید. بله، یکی از آقایون مطلبی راجع به زمان گفتن. بله، بفرمایید. ایشون فرمودن که زمان بعد از ماده حرکت میکنه. من میخواستم این رو اینطور عنوان کرده باشم که زمان زودتر از هر چیزی میگذره و رب به ماده، چون ماده امروز در فردا هم همین ماده است، در صورتی که زمان فردا زمان امروز نیست. بله، خیلی ممنونم، ممنون. بعد از ماده نمیده. بله، البته با نهایت درجه احترام بایستی عرض بکنم، چون من شنونده محترم رو میشناسم، مقصود از ماده در اینجا صورت نی، بلکه اون هیولای اولیه که کسانی مثل ارسطو بهش معتقد بودن. ما اینجا نمیخوایم زیاد وارد این مقولات بشیم، بحثی که کلن بحثی که کردن بنده باش موافق نیستم، بلکه دیگه
امروز بعد از آمدن انیشتین این مسئله برای ما حل شده، بلکه ما یک نتورک زمان و مکان داریم. شما جدایی زمان از مکان به اون صورت وجود نداره، یعنی یک چیزی هست به نام Space Time Fabric. Space Time حالا یک معجونی است. من قبول اینی ده. که زمان ما صحبت ثانیه های ساعتمون نمی کنیم. اون صحبتی که بنده اول کردم که زمان لوکوموتیو تاریخه، منظورم این است که تاریخ با گذشت زمان اصلا بدون زمان که تاریخ نمیتونه موجود اینه. اما این صحبتی که دیگه این عرض کردم بحث نظری است در فلسفه، ولیکن زمان و مکان همیشه توأم با هم. ما برای اینکه به یه نتیجه برسیم، من فکر میکنم شما اینو داری به من میگی، ببین من درست میفهمم یا نه. من چون فیلسوف نیستم، من ریاضت کشم. ببینین من وقتی بچم همون انسانی هم که الان هستم، 20 سالم میشه همونم، 30 سالم میشه همونم، اصالتا همون یک حبیبم، ولی تحول ایجاد میشه به خاطر تکامل، بلوغ. این سیر تحولی رو ما در یه مجموعه دوگانه‌ای که شما اسمشو زمان و مکان داری به من کمک میکنه من تکامل خودم رو بفهمم. یعنی به عبارت دیگه همین جناب شیخ انیشتین که در حقیقت همون حرف کانت میزنه، چیز زیادی نمیگه ولی بیشتر شواهد علمی واسه شو بود. ما نمیایم در مورد جوهر زمان صحبت کنیم، جوهر مکان حرف بزنیم، ولی ما نمیتونیم این رو انکار بکنیم همونطور که شما میفرمایید که امروز نمیتونی با قواعد و قوانینی زندگی بکنی که 100 سال قبل کردی. ما این رو میگیم نظریه نسبیت اجتماعی. آخرین سوالم من بگیرم، بفرمایید. جبر ازمتی ببخشید، خود اینشتین میگه که زمان رو ماده به وجود میاره. سپاسگزارم. خیلی ممنون، خیلی ممنون. اجازه میدین من میفهمم ایشون چی میگه. شما نظرید البته کسی که یک بعد مادگرایی رو پرچم خودش قرار میده، بله صحبت انیشتین کرد، اینو حرف زد. اما مسئله ذره اینه که جدایی مکان و زمان رو، یعنی چه موقع مکان زمان رو به وجود آورده، از انیشتین باید میپرسیدن. ببینید میدونید متاسفانه من حالا شما هر دو دوستان عزیزم هستین، ماده فرق میکنه. اون توی که انیشتین میفهمه یه جوهری هست که مادون صورت، اینه که زمان و مکان و روح و چیزی که هگل بهش میگفت روح هستی یا ماده هستی، ما نباید همونطور که شما اشاره فرمودین این رو بگیریم یه ایدئولوژی انفرادی ازش درست کنیم و فکر بکنیم انیشتین خواسته خواستگرایی بکنه. و خدمتتون عرض بکنم در علم فیزیک یکی از اینو من میتونم با ایشون موافق باشم، یکی از مقولاتی که تعریفش خیلی پیچیده هست زمان هست. بله میدونید، ولیکن اینی که اول ماده بود، اول کلمه بود، اول خدا بود، اول این دیگه میشه یک الگوی به قول معروف. ببینیم، فقط من یه چیزی که میخوام برای همگان مفید باشه، الان ببین شما یه مقدار ابراز ناراحتی عده میکنن در مورد 30 سال اخیر ایران. خب اینا یه مقایسه ای دارن میکنن دیگه. زمان مهمه واسه شون، مکان واسه شون مهمه. یا موقعی که ما ابراز میکنیم اصل استمرار رو که شما پیش آوردین، ما باید یه نتیجه گیری حالا از این مباحث به ظاهر پیچیده و عمیق ولی من فکر میکنم خیلی مفید. اگر ما محور رو جهانی بگیریم، اون موقع این رو تعلیم بدیم به بچه هامون در مدارسمون و علم رو جایگزین تخیلات، تصورات بکنیم، اون موقع زمان که میگذره
ما بینشگرا و دگراندیشیمون بیشتر میشه تا جایی که یک رهبر حالا بزرگترین کشور، مهمترین کشور نمیاد صحبت از ملیت گرایی بکنه. چرا میکنه؟ چون دگراندیشی نی. چرا میکنه؟ چون علم پروری نی. دقت کنید، من میخوام این نتیجه، این در مورد خود ایران هم صادقه. یعنی گروهی که در ایران هنوز فکر میکنن میتونن با یه مرام 1000 ساله 2000 ساله یه عتیقه جهان امروز رو بچرخونن. خب ما هر چقدر این مرام ها رو مورد سوال قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم، آیا ریاضتی مشکل مرام رو نمیبینم، چون مرام دین رو دینه. به جای هم یعنی شما در مسیحیت هم مسیحیت مرام رو من به عنوان مرصد نمیگیرم. نه، از کردم مسیحیت هم مسیحیت قدیمتر از اسلام است، اما در دنیای مسیحیت یعنی در جوامعی که دین مسیحی و دین اون کشور از اروپا و آمریکا به نسبت‌های مختلفی جدایی دین از حکومت صورت گرفته. بله. در حالی که در کشور ما که شما دارید میکنید دین و دولت یکیست. حالا آفرین، اینجا مسئله است. بله. وگرنه دوتاش اصلا مسئله. بله. دوتاش مسئله. بله. است. یعنی هم پس دوباره مرام یعنی پدیده جدایی دین از سیاست یه مشکله. مشکل دوم اینه که ما هنوز در گذشته زندگی میکنیم و اون چیزی که در زمان جفرسون شاید خیلی چیز خوبی بود و اونم فاندین فادر خودمون کردیم، الان اگه جفرسون هم اینجا بود همه بهش میخندیدن. پس یعنی یه نتیجه‌ای که ما کلی گرفتیم امروز اینه که ما نگاه بکنیم به جهانی بودن، یعنی قابل استفاده همگانی بودن، و دوم بهش نگاه بکنیم که آیا اصلا اینها رو به هم ارتباط دادن درست، آیا سیاست باید در مذهب دخالت کنه. دقت میکنین؟ و این سوالاتی بود که من امروز میخواستم شما بهش بپردازین. شما اگر بخوای به دوستانی که در امریکا و ایرانن بهشون نشون بدید دگراندیشی راه حله و مقصود از سوال کردن و شک کردن به هم زدن نیست، تخریب کردن نیست، چه پیشنهادی میکنید؟ دو دقیقه. من اینو میگم، من میگم کسی که میخواد برای چیزی ردیه بنویسه باید اول کاملا با اون موضوعی رو که داره رد میکنه آشنا باشه. متاسفانه ردیه نویسای ما اون چیزی رو که دارن رد میکنن نمیفهمن و بر مبنای فقط اندیشه یا فکر، تمرکز فکر بر اون چیز خودشون بدون شناخت نظر مقابل. من همیشه اینو مطرح کردم، ما اگر ردیه نویسی ناصر خسرو در زاد المسافرین نبود، ما هیچ وقت رازی رو، یعنی فلسفه 5 قدم رازی رو نمیشناختیم. آفرین. چیز ناصر خسرو با شناخت فلسفه رازی آمد نقد کرد. پس یعنی در حقیقت ما رد نقد به کار ببریم بهتره، چون نقد صحیح خودش رد میکنه. بله. چیزی رو که ناصحیحه. پس یه چیزی دیگه 55 ثانیه‌ای که ما داریم اینه که ما روزنامه رو باید قدرش رو بدونیم، اگر این بخواد حقایق رو در نظر بگیره و نقدی ایجاد بکنه که به بینشگری بیانجامه. بله. این که چیز بدی نیست. بله. و هر یعنی سیستمی هم که امروز روزنامه، یعنی روزنامه که میگیم وسایل ارتباط جمعی، یعنی آینه ای باشه، آینه باشه. و متاسفانه امروزه بعضی ها فیک نیوز یا خبرهای آلترناتیو نیوز یا فیک نیوز، یعنی اومده و داره کار خرابتر میکنه. بله. اما اساسی است و مطبوعات اساس اعتماد هر اجتماعی. پس بنابراین سروران عزیز، میدونم یه مقدار بحث نظری بود، ولی هدف ما این بود که شما بتوانید با یک اصول کلی و
به مفاهیم جزئی در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی بتوانید اون رو استفاده کنید. با نهایت درجه تشکر از جناب عسکری و شما عزیزانی که سوال کردین و بینندگان محترم، شما رو به خدا می‌سپاریم تا هفته آینده. خدا نگهدار.